الو سلام بچه‌ها، خوش اومدید یک ویدیو جدید. بچه‌ها داخل این ویدیو هیجان انگیز و فوق العاده میخوام یه خبر خیلی خوب بهتون بگم. بله دقیقاً دیروز بازی گیم 2022 بالاخره اومد. بله خیلی خیلی منتظرش بودیم، اومد. من پارت اول در ویدیو 2020 بود که خیلی وقت پیش، چند روز پیش، یعنی چند ماه پیش توی کانال گذاشتم، لینکش این بالا میذارم یا اینجا حتما حتما ببینید اگه دوست داشتید که الان. ولی به نظرم این ویدیو رو بیشتر دوست دارید چون 2022 حالا 2021 هم اگه وقت کردی دوست شدید حتما این بالا گفتم که گذاشتم ببینید. و اینکه خیلی هیجان زدم. قبل از هر چیز اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و سابسکرایب بهتون نرفت. و اینکه بذاریم سراغ این ویدیو جذاب، لیتس گو. بچه قبل از این که ما بریم سراغ بازی و یک سری یک دست بریم بازی کنیم، یعنی نمیشه پارت اولش نمیشه، یعنی یک سری میخوام ببینیم که چجوری بازی چه عوض شده، مثلا چون تازه دیروز منتشر شده دیگه، ببینیم آپدیتش 2022 چه چیزایی اضافه شده، چه جوری شده، کلا فضای بازی چجوری شده. و اینکه یه دست میریم آنلاین و یه دست میریم آفلاین و در پارت‌های بعدی حتما چالش‌های مختلف و پارت بعدی حتما هیجان زده میشید مطمئنم. پس اگه پلی لیست درم لیگو دوست دارید بهش سر بزنید، ویدیو فوق‌العاده‌ای توش هستش. این نکات رو من باید بهتون بگم بچه‌ها. ببینید مثلا الان تو درم لیگ 2022 الان میریم خودمون بررسی میکنیم که چه جوری بهش اضافه شده، چه جوری کم شده و ببینیم که چه تغییراتی کرده تو نسخه 2022. مثلا اولین چیزی که مثلا چی شده اوورال بازیکنان، مثلا هالند مثلا ارتقا پیدا کرده، لوکاکو و خیلی از بازیکن‌های دیگه و مثلا رونالدو و مسی و اینا ارتقا پیدا کردن. مثلا آهنگ‌هاش بروز شده و اینکه کپی رایت هم فکر کنم داشته باشه و اینکه کلا گرافیک سطحی رفته بالاتر و اینکه آره دیگه کلا این چیزا با یک سری تغییرات کوچیک و خاص تیما و بازیکنان و مربی و این چیزا کلا نقل و انتقالات اینا همه آپدیت شده و اینکه همه چی یه لول رفته بالاتر. و اینکه خب دیگه یه چیزای جزئی کلا خلاصه بندی بهتون گفتم، ببینیم که واقعا چجوری شده و یه دست بریم آنلاین و یه دست بریم آفلاین. لتس گو. خب بچه‌ها همونجوری که می‌بینید در صفحه اولش آهنگای زیبایی داریم و اینکه بله می‌بینید که یک تم زرد و خاکستری و اینکه اینجا دیبروینی هستش با یه بازیکن دیگه که قجیبی نمی‌دونم چرا این بازیکن اومده و اینکه بذارید من هدفون رو بذارم و خب ببینیم که چه تغییری داشته. خب در منوی اصلی که یک سری تمون مثل 2021 تغییرات زیادی نداشته، یعنی فقط بازیکناش عوض شدن و اینکه رنگ قشنگ گرفته و اینکه یک بخشی بهش اضافه شده بچه‌ها، بخش چالش ها هستش، یعنی چالش ها، یعنی مثلا یه چالش هایی هستش که شما باید انجام بدید و اگه اون رو انجام بدید چالش های روزانه داره و این میتونه خیلی خوب باشه. و اینکه دیگه تغییر خاصی زیاد نداشته. بریم داخل اینجا ببینیم چه تغییر داشته. همونطور که میبینید داخل اینجا میتونید توی ترانسفر بازیکن ها خرید فروش کنید که چهره بازیکن ها یه کمی به گرافیکش رفته بالاتر و اینکه عکسای جیتری، یعنی بازیکنان مشهور و فیمس و معروف کلن همش دیگه چهرهشون واقعی دیگه. و اینکه زمین تمرینتون هم شما میتونید اینجا عوض کنید، مثلا زمینتون رو ارتقا بدید، یعنی اونا مثل قبلا هستش همه چی دیگه. و اینکه حالا یک سری هم گرافیکش یه لول اومده بالاتر و اینکه این بخش چالش‌ها گفتم بهش اضافه شده. و بعد اینکه یک بخش خیلی جذابی داره، اینکه وقتی شما میرید تو بخش آفلاین میخواد بازی کنید ببینید چه تو بهمون میفته. بله اینجا رنگ پیرن شما نشون میده، میتونید با دستتون عوض کنید و اینکه اینجا میتونید بازیکنهای خودتون رو بمیرید، یعنی دیگه اینجوری نیست که کاپیتان ها بیان وایسن، کل تیم ترکیبش نشون میده، کل تیم ترکیبش رو این ور نشون میده، یک جور مثل فیفا 21 و پیس فیفا 22 و پیس 22 که اینجوری هسته. و اینکه خیلی قابلیت بهتری شده. و بخش آنلاین هم اگه بخوام بهتون بگم بچه ها، بخش آنلاین هم زیاد تغییرات خاصی نداشته و اینکه همون جوری هستش. حالا تو پورتال باید بخش آنلاین به چالش های مختلف میریم حتما ببینید. این ویدیو زیاد فقط میخواستیم یک ذره اطلاعاتی در مورد آپدیتش به شما بدم و اینکه جمع‌آوری کردم و اینکه بگم چه جوری هستش. و اینجا هم که بخش تمرین رو اگه بخش تمرین رو شده دست بریم میبینیم که یک ببینیم چه تغییراتی داخلش ایجاد شده.
خب بچه همین اولش مثلا میگوید با یک انیمیشن سری میاده که میتونه خیلی داره باشه و اینکه آهنگاش هم به دوستانی شده. اگه ما بریم مثلا اینجا ضرب آزاد رو بریم مثلا ببینید اگه شما این دوربین رو بزنید میتونید عوض کنید و مثلا میتونید اینجوری پاس بدید و اینجوری شوت بدید. حالا مثلا شما نکنید اگه شما دوربین رو بزنید این آپدیت جدید هستش که شما دیگه میتونید اینجوری پاس بدید و اینجوری هم شوت بزنید. که حالا این یه چیز دیگه بقیه جا دیگه زیاد تغییر نکرده و انیمیشنش هم همینطور بکن بکنید اینجوری میاده میره. که ما حالا از تمرین میریم بیرون. حالا اینجا هم که بخش فیلم ها که زیاد تغییر نکرده و این کمون بخش چارش ها بهش اضافه شده یک سری گرافیک و سطح بازیکن ها رفته بالاتر. خب بچه ها میریم یه سفره بازی کنیم ببینیم که چجوری هستش با همین ترکیبی که من دارم. برو بریم. خب بچه ها میبینیم که بله وقتی که میادش بالا استادیوم نشون میده و اینکه گرافیک خیلی بستگی به گوشی و میارده به گوشی های شما داره سطح گرافیکی و سی پی یو شما داره. اگر بله با انیمیشن های جدیدی اومده. خب ببینیم که چجوری هستش. همونطور که میبینید بچه های سطح گرافیکش اون 2021 یکم شباهت داره و یکم یه لول اومده بالاتر و این که بریم گل اول رو بزنیم. بسیم صدی گرفتیمش همونجوری هستش و یکم الان یکم یعنی قابل چیزش گفتم و صدی استادیوم هاش یک اعتراض خیلی مفیدی که میتونم بهتون بدم اینه که صدی استادیوم ها مثلا بازیکن ها اینا خیلی زیادتر شده و تونسته یکمی واقعی تر کنه وضعیت و این که همین دیگه در بخش آفلاینش هم شما میتونید مثل قبلا هستش و اینکه لول بازیکن‌ها یه آپدیت کامل و به روز خوبی داره که قشنگ همه چی رو عوض کرده و اینکه خیلی عالی و اینجوری. اگه شما حالا مثلا مالو من نگفتم دیگه می‌خوایم بازی نمی‌کنیم گفتم که ببینیم چه تغییراتی کرده و این چیزا. برای همین حالا مثلا اگه ما از بازی اینجوری بریم سراغ ترکیب بله میتونیم اینجوری عوض کنیم ترکیب و برنزه من 82 و اینکه آره دیگه و اینکه حالا مثلا اگه از بازی خارج بشیم میریم چجوری میشه. بله همون مثل قبلا مثلا اگه شما خارج بشید اینجا آمار بتون نشون میده و اینکه 5-2 مثلا باختم و اینکه چون که طبیعی دیگه 2021 هم اینجوری و اینجا هیپ مپ بازی و این چیزا رو بتون نشون میده و یک سری آمار و ارقام. بعد از اینکه نکنید الان مثلا من بازی کارش نکنید یه علامت تعجب این بالای چالش ها دارم یکی تو مثلا این کار کردی اینجا میتونی پولتو دریافت کنی. الان با اینکه باختم ولی 15 تا سکه گرفتم میتونه جالب باشه و اینکه شما خیلی هم مثل قبلی میتونید کار انجام بدید و میگم آپدیت خیلی خوبی و به روزی داده سطح بازیکن رو برده بالاتر و اینکه خیلی عالی شده. بریم یه بخش آنلاینش هم ببینیم که چجوری هستش ببینیم که کی میادش الان. الان دقیقا اگه بهتون میگم ساعت 8 و اینا شبه ببینیم که کسی هستش. بله بخش آنه الان یک جوری شده که از بالا استادیوم نشون میده. خب ببینیم که اون یورو چی داره. خب بله سعی شروع میکنه بخش آنلاینش هم بچه هیچ تغییر خاصی نکرده. بازم میگم بستگی به گوشی شما و پردازنده و سی پی یو گوشی که استفاده میکنید. اوکی اوه اوه برگردون رو ببین چی شد. خب اینجا هم که میتونیم برش مثلا استیکر اینا بفرستیم. خب بچه همونجور که میتونیم بفرستیم بخش آنلاینش و این چیزا کلن زیاد تغییر چیزی نکرده بخش آنلاینش مخصوصا ولی لیول بازی کنم همونجور که بهتون گفتم سطح گرافیکی حتی مثلا بخش انیمیشنیش بخش اینکه چطوری و هم اگه شما وارد بشین اینجوری اول یه ویلکام تو DLS22 بهتون نشون میده که چیزی چیزا رو بهتون میگه و اینکه میگه که آپدیت تیم‌ها اینجا الان همین چیزی که من توضیح دادم اینجا هست قشنگ هست. میگه که دیتای تیم‌ها مثلا به روز شده و اینکه چالش به اضافه شده و اینکه بازیکن‌ها سطحشون رفته بالاتر و یک سری تغییرات دیگه و اینکه انیمیشنش مثلا اینجا یکم سیاه خاکستری شده با زرد شده و اینکه اینجوری دیگه و اینکه خیلی آپدیت خوبی بودش بچه‌ها. صفحه اصلی گیمینگ 2022
امیدوارم که تونسته باشم چیز مفیدی در مورد گیم 2022 و آپدیت جدیدش به شما داده باشم. خیلی هیجان دارم، امیدوارم که با هم دیگه بتونیم 2022 رو بریم جلو و چالش‌های مختلف و اینکه هم بخش آنلاین هم بخش آفلاین و اینکه امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگه میخواهید ویدیوهای بعدی گیم ریگو از دست ندید، حتما به پلی‌لیست سر بزنید و اگه جای دستید حتما سابسکرایب کنید و لایک کردن ویدیو فراموش نشه بچه. خیلی دوستتون دارم، بزنید بریم که دریم بیگو هم دیگه بهتر کنیم. دریم بیگو دوزه بیسید و واقعا آپدیت خیلی قشنگی بود. تا ویدیو بعدی میبینم اتون. خیلی دوستتون دارم، عشقانی، پیس هیرو.